امروز ویژه برنامه دیگر در زیارت ابوالفضل دارم. این تن به خون نشسته پیکر کی؟ مکتب عاشورا بالاترین مکتب است که بدر تا بال واقعا تکرار نشده، در زندگی من نخواستم تکرار شود. در ماه محرم هم زنا پررنگ است، هم مردا دیسته می آید، زنا اینجا زیارت می آید. صبح که می آید یک جمع جوریش می کنیم، باز یک دو دانه کتاب هست همیاره بر می کنیم اینجا. ما روز شش علم می بلند می کنیم، می ورداریم شاید بیشتر از یک لک نفر در این ساحه رفت آمد کنه. همه مردم زنجیر میزنه، سینه میزنه. سمر باغ دل فاطمه است، چلچراغ منزل فاطمه است، نور بخش محفل فاطمه است. روزی ده برادر همینجی دیسته میایدم سرک، از یک بجه شروع میشه تا دو بجه. طرفدار تیغزنی نیستم، مونتا خونریزی حرام است. تیغزنی نباشه خون بتیم این خوبتر است. پلان شما در ماه محرم چی است؟ پلان ما در ماه محرم این چیز نیست، پلان ما می کاره بارست پیسه پیدا کردن است. پلان ما اینی میست که می بخیر به خوبی تیر شد و دیگه کدام پلان ما نداریم. امروز برای ما بیترین الگوترین پیام امام حسین است. امام حسین که خون خود داد بخاطر ازی داد که اسلام پا بر جا بانه، وگرنه فاتح اسلام خونده شده بود. مقتل و پیکر خونین حسین، فاطمه مادر غمگین حسین، آمده بر سر بالین حسین. امسال نسبت به سالهای قبل ماه محرم چگونه است؟ نه از را کمرنگتر شده ده یا مثلا ده هزاداری میمانده ما را، حالا ده هزاداری نمیمانده ما را، عزاداری را پیش ما گرفتن نمیمانند عزاداری. بیرقا را جمع میکنن، سقاخانه که مثلا سقاخانه که جور کنه بدون از مسجد سقاخانه جور کنه نمیمانند. چی دلیلی داره؟ اگر دلیل بگه چی دلیل است؟ جلس های عزاداری در تکیه خانه ها، در مسجد ها، دسته های سینه زنی باید بسیار به طور آزادانه، کسی مانعشان نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر عزاداران گرامی. تمیم نفیسی هستم، در روز چهارم ماه محرم قرار داریم و امروز ویژه برنامه دیگر در زیارت ابوالفضل دارم و دقیقا شما در پس زمینه ما زیارت ابوالفضل میبینید. امروز برنامه که قرار است در زیارت ابوالفضل دایر شود کدام برنامه است و روز چهارم، معمای روز چهارم ماه محرم و اینکه داستان عاشورا و حادثه کربلا از کدام روز شروع شده، همراه هموطنان ما صحبت میکنم و میرم به داخل زیارت ابوالفضل، جایی که البته مربوط مردانه میشه، طبقه ذکور. از شما دعوت میکنم که بیننده این ویژه برنامه ما باشین و روز هم روز چهارم است. ما را از دعایتان فراموش نکنین، طاعتا و عبادتایتان قبول درگاه حق باشه و برسه به امام حسین و همچنان 72 تن از یارایش که کوچکترین شهیدش علی اصغر بود. در شروع چه خوب است بریم طرف بسته تصویری و تصویر آماده است، ما دوباره برمیگردم. این تن به خون نشسته پیکر کی؟ Oh.
گلوی پار پار هنجره کی در شروع برنامه وطنان عزیز از در ورودی مرادخانی آمدیم به جایی که قرار است مصاحبه ها را آغاز کنم. امروی امی عزیز ما صحبت میکنم که مصروف کار در روز چهارم و کوچه ابوالفضل. سلام، خسته نباشی. خوب هستی؟ سلامت، زنده باشی. قربان، سلامت باشی. نامتون؟ نام محمد فیروز. فیروز جان، همیشه همینجا کار میکنی یا فقط به خاطر ایام ماه محرم آمدی؟ ایام محرم آمدیم فقط. امروز روز چهار ماه محرم است، چگونه تا امروز گذشت و چی پلانایی داری که در ده روز دیگر انجام بدی یا نه روز دیگر؟ از ما دیگه فعلا نمی آمدیم که همین چیزایی که آوردیم سودا کنیم دیگه، انشالله تا روز 13 هم همین روان خود ادامه داشت دیگه. این همینجا می بود؟ همینجا جای ماست انشالله. قربان، سلامت باشی. من یک سوال دارم از خودت. خودت طرفدار تیغزنی هستی؟ دیگه اگر تیغزنی نباشه خون بتیم این خوب تر است، اما بعضی ها عشق دارن دیگه، کس عشق چیزی گفتن مانه عشق شدن هم ایتان عشق چیزی دیگه ایست. اصلا چی خوب است که بیاین عدیه بتیم خون در این ماه محرم، ماهی که پیروزی خون بر شمشیر بوده، ماهی که هر قطر خونه که ما عدیه بتیم کلان اجر بر ما داره. و چطور است بازار پرچم شما خواست دارین بعض چیزا؟ خوب است، بد نیست، شکر است. نظر به اینکه اقتصاد مردم پایین است، بازم مردم عشقی که داره به حسین و به محرم دیگه کوشش توانایی خودم میکنه که بخرن. بسیار تشکر. سلامت، زنده باشی برادر. سلامت باشی، زنده باشی. من پیام خودت بر عزادارا میرسانم اگر پیام داری. پیام من فقط همیست که بر مردم اذیت و آزار نرسن. بس خلاص. مثلا در روی سرک نمیشه تیغ زنی کنی. هر جای یک جای دارست. سپاسگزار هستم. سلامت باشی. زنده باشی. قربانت. سمر باغ دل فاطمه است، چل چراغ منزل فاطمه است، نور بخش محفل فاطمه است. بروی نیز جمال انور کیست، بار الها این حسین است، بار الها. هموطنان عزیز، همراه امی عزیزم هم صحبت کنم. سلام علیکم، خسته نباشی. خوب هستی؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ جان و جور هست؟ بخیر باشی. ایام عزاداری که امروز روز چهارم است برای تسلیت باشه. زنده باشین، بر زنده مؤمن مسلمان در جهان برای تسلیت باشه. قربانتان، نامتان؟ اسم محمد صبور است، باشنده ولایت کابل. صبور جان، چند سال میشه که در کوچه ابوالفضل چه کار میکنی؟ مدت یک 18 سال شده کار میکنی. 18 سال؟ بله. امسال نسبت به سالهای قبل ماه محرم چگونه است؟ نه، یک ذره کمرنگتر شده ده یا نسبت به سالهای جمهوریت یک ذره امارت کامده کمرنگتر شده ده. بسیار اندکی. در چهار روز پلان خودت چی بود؟ نظر در گردن گرفتی و یا هم رفتی تکیه خانه؟ نه، تکیه خانه شبکی میریم به خاطر سینه زدن کارو دیگه. نظرم دیگه انشاءالله داریم، چرا نداریم، روزه داریم، روزه هفت داریم. حادثه کربلا مکتب است برای ما و شما؟ صد که صد، مکتب عاشورا بالاترین مکتب است که بدر تا بال واقعا تکرار نشده، در زندگیم نخواستم تکرار شود. پیروزی خون بر شمشیر است. بعضی ها در ماه محرم روز ده نظر گوشت کوچه، روز نو میکنن یا روز ده و یا هم روز هفت، شما کدام نظر در گردن گرفتین؟ گوشت کوچه از دلدست یا هم کدام پلان دیگه دارین؟ اکید نظر است که بدر از حساب قومی داریم، دوست جمعی است که گوشت کوچه است، اکید نظر است که بدر میگه در حساب متقل انگر گرم شود در خانه و باز شوله زرد داریم، شوله شیرین است. شوله شیرین، بله. روز ده شوله شیرین است. بله. تعطیل کارتان کدام روز است؟ روز ده؟ تعطیل کار ما روز ده است، بله. دیگه بعضی ها دیگه از شش به اوز کار نمیکنه، بعضی تا نور کار میکنه، دیگه اوز اقتصاد کس رب داره. بسیار تشکر. قربانتان. پیام داری؟ پیام تا به تمام از آدارا میرسانم. پیام ما به تمام از آدارا میست که این راه است که بدر میره، میتو که خود امام حسین راه خود جان خود فدا کرده،
زیر ظلم نرفتن. انشالله که بدر از ازدارم همی خواهش دارم که زیر ظلم نروند و هیچ وقت بدر ترس و حراس از کس نداشته باشه و باید بدر مثل خود امام حسین بود. اگر خونش هم ریخت نباید بدر استفاده شود. بسیار تشکر. توقف نکنم. زنده باشید. اگه چای میخورید. سلامت. سپاسگزار هستم. بخیر باشه. خار صحرا و بیابان یک سو، پای خونین یتیمان یک سو، سینه و صورت طفلان یک سو. این که رویش شده نیلی دختر کیست؟ بار الله این حسین داخل کوچه ابوالفضل یا زیارت ابوالفضل هموطنان عزیز خوب بریبار خدا داره چون روز چهارم است. امروز یک عزیز ما اینجا صحبت میکنم که در بخش امنیتی کار میکنه. سلام علیکم کربلایی، خوب هستی؟ سلام، خوب هستی شما؟ نامتون؟ بخیر آمدید. قربانت. نامتون؟ محمد نعیم نوری. نوری صاحب، در مورد ماه محرم از خودت میشنوم که چطور است امنیت؟ فکر کنم مربوط به بخش امنیتی زیارت ابوالفضل میشه. خدا فضل خدا، کریم خداوند عالم خوب است، خوب میگذره. امروز روز چهارم است. امروز روز چهارم. پلان شما تا روز چندم است که خدمت کنه با عاشقان حسینی؟ تا روز 13 ماه محرم. تا روز 13. نظر در گردن گرفتی؟ نه همین تا 13 همین مراسم است. از طبقه مردا و یا هم خانما کدامش زیاد پر رنگ است در این ماه محرم؟ در ماه محرم هم زنا پر رنگ است هم مردا. مردا دیسته می آید، زنا اینجا زیارت می آید. پس در دیگه وقت روز چهارشنبه زنا پر رنگ است. به خاطر همین نظر که در گردن دارن می آید. قربان سلامت باشی. روز ده کدام برنامه است در خود زیارت؟ روز ده برادر هم اینجا دیسته می آید همین سرک. یعنی اینجا برادر از یک بجه شروع میشه تا دو بجه. یک ساعت. یک ساعت. بسیار تشکر. زنده باشه. خودت کربلا رفتی؟ نه تانوز نه. اینه ما کربلایی گفتم انشالله کربلا. پلان نداریم سال بری؟ نه دیگه بوتر هر وقت که خداوند خواست. بشکر. سپاس گزار هستم. زنده باشه. قربانت. سلامت باشی. دوستا شما بیاین که ما در مورد بعض دکانایی که در این کوچه هست معلومات بکنم. از جمله این دکان برادر ما لوازمه که همه عاشقان حسینی چی در روزهای عادی و چی در ماه محرم باشه ضرورت داره اینجا پیدا بشه. از جمله دستمالای مبارک است که به خاطر بسته کردن علم و یا هم نیتی که در دل دارن میاین و همچنان نظر کشمش نخود و خورما، شم، چیزایی که نیاز هستن همینجا موجوده. سلام، خسته نباشی، خوب هستی؟ ساعتت خوب است؟ نامتون؟ نورالله. چند سال میشه در کوچه ابوالفضل هستی؟ یک 30 سال میشه. چند؟ 30 سال. یک 30 سال گفتی؟ من گفتم یک 30 سال میشه. نه 30 سال. 30 سال، ماشاءالله. خودت هستی یا تغییر کرده رفت دگر؟ یک بار پدر بود، بیادر بود، حالا فعلا نوبت خودت. یا فقط خودت 30 سال اینجا سپری کردی؟ 30 سال، ماشاءالله، ماشاءالله. در ایام ماه محرم چگون است؟ مشتری‌ها؟ دیگه مشتری‌ها خوب است، همیشه هم دستمال چیزا رو می‌خرم، خورما و کشمش نخواد. دیگه چیزا رو قنا می‌خرم. پلان شما در ماه محرم چی است؟ پلان ما در ماه محرم هیچ چیز نیست. پلان ما می کاره بارس پیسه پیدا کردن است. تو به روز چند کار میکنی؟ نه، البته روز چندم ماه محرم؟ امروز روز چهارم است. تا روز ده کار میکنی؟ تا روز ده. نظر کشمش نخود فقط روز چهارشنبه است فکر کنم. چهارشنبه است. قسمه که معلومات دادم هموطنان عزیز. بسیار تشکر. سلامت باشید. زنده باشید. این تشکر. بعد قسمت دیگرم چون بر شما گفتم که بازار پر جمع جوش است و بعض فامیلا و خواهرای ما میاین. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ ساعتون خوبه؟ نامتون؟ نام غلام رسول. رسول جان چه کاروباری اینجا میکنی؟ این می مجاوری زیارت ابوالفضل آقا هستم. صبح که میایم این یک جمع جوش میکنیم، بعد یک دو دونه کتاب تمیار بر میکنم من اینجا.
چند سال میشه اینجا هستی؟ ما تقریبا 30 سال. 30 سال. 30 سال. 30 سال ماشاءالله. عمر ما عمرم اینجا ترکیم من 70 ساله آدم شدم عمر خودم اینجا ترکیدم. امروز روز چهارم ماه محرم است، چگونه تا فعلا سپری شد؟ والا بخیر کو تو بال خوب سپری شده بخیر تر. پلان شما چی است در روز 10، روز 7، روز 9؟ پلان ما اینه میست که می بخیر به خوبی تر شو، دیگه کدام پلان ما نداریم. اینجا بی مسلمانی. بچه ها چی کار میکنه؟ بچه هم اینجا است؟ از ما رو میگی؟ ما بچه ندارم، یک دختر یک بچه دارم، ما خود خورده است، او نیست اینجا خارج است، نیست اینجا. او کجاست؟ او خارج است. کجای خارج؟ ایران است. خب. چند سال میشه اونجا رفته؟ دوره داودخان. بسیار تشکر. باشه خیر. سلامت باشه. سلامت. زنده باشه. قسمتم دوستا. استاد سلام علیکم. مونده نباشین. خوب هستین استاد جان؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت زنده باشین. استاد جان در شروع خود اگر معرفی کنین بر ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما محمود، تخلصم صبری، یکی از حالی گذر مرادخانی، از ویعیت امانای زیارت و منشی شورای محل منطقه. تشریف آوری شما را در این منطقه خیلی مقدم میگیم، قدم های شما سر چشمای ما قربانتون و سال روز پیروزی خونه بر شمشیر به همه مسلمانان جهان و به خصوص عاشقان و شیفتگان حسینی تبریک و تسلیت میگیم. تبریک به خاطر که چیزی که همیشه زنده است، همیشه جاودان است، انقلاب حسینی است. دقیقا. در شروع بر ما بگوین که امروز روز چهارم ماه محرم است، چگونه تا فعلا سپری شد؟ چگونه؟ بله آقا. چگونه منظورتان چی است؟ چگونه یعنی در فضای امنیت؟ الحمدلله فضای امنیتی بسیار خوب است. برادرای طالب امرای ما از ارگانهای مختلف در تماس هستند و همکاری میکنن. انشالله مشکل حل است تا پیلن. استاد چند سال میشه که مزدر خدمت بر عاشقان حسینی در زیارت ابوالفضل میکنه؟ تقریبا 20 سال. 20 سال. بله. سلامت باشین. پلانای روز 7، روز 10 و روز 9 زیارت ابوالفضل چی است؟ پلان ما روز 7 مربوط زنان است. ما روز 6 علم می بلند میکنیم، میورداریم و مراسم ما به روال گذشته به روز 6 تعلق داره و به روز 6 شاید بیشتر از هزاران نفر، شاید بیشتر از 100,000 نفر در این ساحه رفت آمد کنه و عبور کنه، از پل خشتی تا پل یک پاشگی، این طرف هم تا پایان، این طرف هم همه مردم زنجیر میزنه، سینه میزنه و خواندن است و مطابق روال همیشه علم بالا میکنیم و مراسم با زنجیر زنی و سینه زنی و پایان میرسیم. بسیار تشکر استاد جان. سلامت باشین. سپاسگزار هستم. اگر خودت پیام داری بر عاشقان حسین و عزیزایی که عزادار هستن مشنویم. سوال خوب کردین. پیام بالاتر از پیام آقای امام حسین دیگه پیامی وجود نداره. زمانی که آقا از مدینه حرکت کرد، حاکم مدینه میخواست بزور بیعت میگیره، یک نامی نوشته کرد که سر لوحی از او یا عنوان از او امر به معروف و نهی از منکر است. امروز بر ما بهترین الگوترین پیام امام حسین است. منظور امام حسین امر به معروف و نهی از منکر که در مذهب تشیع در فروعی دینش بند هفتم و هشتمش امر به معروف و نهی از منکر است که این وظیفه هر مسلمان است. هر مسلمان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارد که در ماحول خود، اول بالای خود، خانواده خود و در ماحول خود
این را تبلیغ بکنه و تطبیق بکنه. چنانچه این میاد ما در دروازه زیارت کسانی که کمک ایجاب و مراحت نمی کنن برشان توشیه می کنیم که داخل زیارت که میشن و ایجاب بینند. چون اصل زرین اسلام برای طبقه زن حجاب است. شاعر میگه ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. عبز زینت و زیب و زینت زن حبز حجاب است. این زن باید ممثل حجاب باشه. تمثیل کنه حجاب. زنا در رأسشان بی فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داره و انشاءالله در روز قیامت شفاعتشان خواهد کرد. مگم کسی که با حجاب باشه، کسی که اصول و قوانین و قواعد زرین اسلام مراعات بکنه. در اسلام یک بخش بسیار عمدش حجاب است، چی برای مرد هست چی برای زن هست. خصوصا برای زنها باید که حجاب 100% باشن. به این معنی نیست ما میاییم زیارت اما به حجاب حجاب و مراد نمیکنیم. نکنیم این دیگه درست نیست. من نمیگم که کس نمیکنم. اگران تو که کمک که پرواناره باید ما متوجه میسازه بشن. دیگه به نظر ما بهترین پیام، بالاترین پیام از پیام امام حسین نیست. او منظورش از امر به معروف و نهی از منکر است که ما آنچه را خدا امر کرده انجام میدیم، آنچه را خدا نهی کرده او را انجام ندیم. این هدف غایی امام حسین. امام حسین که خون خدا داد به خاطر ازی داد که اسلام پا بر جا بانه، وگرنه فاتح اسلام خونده شده بود. خون حسین است که هر سال با جوشش می و اینمی انقلاب باروارتر می سازه. هر سال باروارتر می سازه و با خون خود نهال انقلاب حسینی را آبیاری ساخته و تا یوم القیام دوام داره. تا یوم القیام دوام داره و ما می تانیم که اینمی را مثال بدیم که بهترین پیام ما پیام آقای امام حسین است در استادگی و آزادگی. یک نکته بسیار جالب در سخنان مولای ما است که در روز عاشورا صدا کرد هیهات من الذله. ما هرگز زیر بار ظلم نمیریم. حکومت یزیدی حکومتی بود که پوشش اسلامی داشت اما در بینش رذایل انسانی و ضد اسلامی جریان داشت. چنانچه بعد از قضیه واقعه کربلا مردم مدینه متوجه شدند که نواسه پیامبر به شهادت رسیده. چرا؟ آیت را تعیین کردن رفت در زیر چتر یزید در زاویه دارالخلافه یزید. وقتی اونجا بودن برگشتن به مدینه مردم پرسند که چی بود؟ چرا امام حسین را کشتن؟ گفت دیگه از ما سوال نکنین. ما زیر چتر یزید که بودیم میگفتیم خدایا این چتر فرو مریزان تا ما هستیم. تا ما زیر چتر هستیم این چتر فرو مریزان. چرا؟ گفت اونجا میمون بازی، قمار بازی، شراب خوری، زنا و اقسام رذایلی که در هیچ آیین مورد تایید نیست وجود داشت. این خودش پیام است. فکر میکنم کفایت میکنم. دقیقا. بسیار تشکر. سلامت باشین. زنده باشین استاد جان. بخیر باشین. تشکر. مقتل و پیکر خونین حسین، فاطمه مادر غمگین حسین، آمده بر سر بالین حسین. این که میزند به سینه مادر کیست؟ بار الها این حسین در ادامه برنامه
تلویزیون برنامه روز چهارم است. شما را دوباره خوش آمدید میگم. من آیستا آیستا من نزدیک میشم به در ورودی زیارت ابوالفضل. این در این قسمت دو دروازه است، یکی مربوط خانم ها میشه و یکی هم مربوط آقایان. سلام علیکم. خوب هستی کاکو جان؟ صحتت خوب است؟ خوب جور هستم. سلامت زنده باشین. و شد جدا از بدن او سر او افته در خون بدن اطهر او خون به جوش آمد از آمدیم. هموطنان عزیز داخل زیارتگاه ابوالفضل، قبل از اینکه من به مصاحبه پردازان با هموطنان ما، چی خوب از بارم طرف زیارت. طفل و سر به تازیانه یک طرف زینب و همه زمانه بیرو بار و ازدهام هموطنان ما خیلی زیاده. بیگرانه یک طرف این زن صبور و خست خواهر کیست بار الله سلام. سلام. خوب هستی؟ خوب هستی؟ خیرتی هست؟ خوب هستی؟ نام چی هست؟ خوب هستی؟ خوب شما خوب هستی؟ سلامت باشی. نامتون؟ موسا. این قسمت اگر بیاین که تصویرتون درست داشته باشین. امروز روز چهارم است، به خاطر زیارت آمدین یا پلان دیگر دارین؟ عجب؟ دیگر پلان دارین یا فقط به خاطر آمدین؟ فقط برای عزاداری آمدین. عزاداری. خانه کجاست؟ خانه بر چی؟ شما سقاخانه جور کردین یا فقط میرین تکیه خانه از طرف شهر؟ فقط تکیه خانه بریم، سقاخانه بریم، فیلن جور نگیریم، باز دیگه شاید جور کنیم دیگه بچه. روز ششم میایی در ابوالفضل؟ انشالله. جب جب آفرین، من مزایمت نمیم. بخیر آمد باشه، سپاس. وطنان عزیز، بعد از این که زیارت کردم من دوباره میایم نزد عزیزایی که اینجا کوکو. سلام علیکم. کوکو ایمو گفت که ما دا سکر هستم. خوب هستی؟ شکر. نامتون؟ مهدی. مهدی جان، امروز روز چهارم ماه محرم است، تا روز چهار بخیر سپری شد؟ شکر و بخیر. پلان ماه محرم شما چی است؟ والا پلان خاص نیست، یعنی عزاداری میکنیم. خانه کجاست؟ خانه تا دای خدایداد از شهرک. دای خدایداد شهرک. آه. امسال ماه محرم تا سال قبل و سالهای قبل چگونه بود؟ چقدر تغییرات آمده؟ والا امسال هم اهمیت است، خوب است دیگه. سالهای گذشته هم خوب بود، امسال اهمیت بخی خوب است و تفاوت خاصی وجود نداره. به خاطر ماه محرم، به خاطر بعضی عزیزایی که می فعلا ما را میبینن عزادار هستن، با اونا چی گفتنی داری و پیام داری یا هم کدام منقبت یا هم نوحه چی بلد هستی؟ والله تو پیام خاصی ندارم دیگه فعلا. شعرام برای شعرام یاد نداری؟ نه والله شعر نمیاد. سپاس، تشکر. و هموطنان عزیز، ما در داخل زیارتگاه ابوالفضل عباس هستم. شمایی که دور از افغانستان هستین، پلانتان بوده، ما دعا میکنم بر تمام رهروان اهل بیت، بر شما نازنینایی که برنامه را تعقیب میکنین. در این لحظات چی خوب است شما بعضی تصاویر از این مکان مقدس را تماشا کنیم. من دوباره برمیگردم. این که شمع دل هر انجمن است، این که در لجه خون بی کفن است، تن صد پار و آریان بدن است. بوریا به پیکر مطهر کیست بار الها این حسین است بار الها
سلام علیکم. خوب هستین کاکو جان؟ ساعتان خوب است؟ خیرت؟ قربانتان. فکر کنم تازه آمده. بله. کجا رفته بود؟ از خانه آمدیم امجز زیاره. آها. امروز روز چهارم ماه محرم است. این ماه محرم تا ماه محرم سال قبل چقدر تفاوت کرده؟ خیلی تفاوت زیاد است. از کدام نگاه؟ من ده زاداری میمانده مارا، حالا ده زاداری نمیمانده مارا. عزاداری را از پیش ما گرفتن، نمیمانند عزاداری. قبلا خوب بود عزاداری میکردیم، میامدیم، آل عزاداری نمیمانند. حتما دلیلش بر شما گفتن؟ دلیلش یک دلیلی، چی دلیلی داره؟ چی دلیلی داره؟ اگر دلیلی بگه چی دلیلی است؟ هیچ دلیلی نداره. شما سالهای دیگر سقاخانه جور میکنین؟ امسال نکردین؟ امسال نکردیم. نه. دیگه سالا میکردین؟ بله. بله. امسال قرار نیست روز ده بسازین؟ نمیمونم. بیرقا را جمع میکنن. سقاخانه که مثلا سقاخانه که جور کنن بدون از مسجد سقاخانه جور کنن نمیمونن. عزاداری از روز اول الی روز سیزدهم یا هم حادثه کربلا کدام مکتب بود میشه بر ما نام بگیری؟ کدام مکتب بود؟ ما باید از چگونه ازش پیروی کنیم؟ مکتب امام جعفر صادق است. باید ما از مکتب امام جعفر صادق پیروی بکنیم. در روز ششم قرار است زیارت ابوالفضل عباس، اینجا مراسم سینه‌زنی و زنجیر زنی همچنان تیغ زنی. خود طرفدار تیغ زنی هستی؟ طرفدار تیغ زنی نیستم، مونتا خونریزی حرام است. طرفدار تیغ زنی نیستم اما طرفدار به سینه زنی هستم. اگر به جای این که تیغ بزنیم خون هدیه کنیم میشه؟ بله، بسیار ثوابش هم بالاتر است. خون هدیه کنیم ثوابش بالاتر است. کدام شعر به امام حسین علیه السلام در فکرت است فعلا؟ شعر نه. سپاس. تشکر. خواهش میکنم. سپاس گزار هستم. هموطنان عزیز، ما آمدم امروی برادرای ما اینجا صحبت کردم به داخل و زیارت ابوالفضل رفتم و زیارت کردم. امروز هم روز چهارشنبه است. در روز چهارشنبه معمولا مربوط خواهرای ما میشه، البته مادرایی که به خاطر مقصد و نیت که در دل دارن روزهای چهارشنبه نظر میکنن و میان به زیارت ابوالفضل. این گل تشنه لب پش مرده، این تنی که سم مرکب خورده، از آتش خست دل و آزرده، از آتش گل وجود پر پر کیست؟ بار الله این حسین است، بار الله این حسین است، بار الله این حسین است. از عزادارای حسینی دوباره شما را خوش آمدید میگم. ما دوباره آمدم به کوچه زیارت ابوالفضل، نزدیک زیارت تمام ما و شما قبول باشه. سلام عزیز، خسته نباشید. سلام علیکم، صحت مند خوب هستی؟ بخیر. قربانت. نامتون؟ اسم من سید علی آقای حسینی. حسینی صاحب، زیارت رفته بودین؟ زیارت رفته بودیم. ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، بر شما تسلیت باشه. زنده باشه، بر شما همچنان تسلیت باشه، بر همه شیعیان، بر همه مسلمین عزاداری ابا عبدالله حسین و تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. پلان ماه محرم امسال شما چی از چهار روز که گذشت، بعد از چهار روز، پنج، شش، الا روز سیزده، چی پلان دارین؟ پلان ما این است که عزاداری ما بسیار به طور آزادانه باید برگزار شود. جلسه های عزاداری در تکیه خانه ها، در مسجد ها، دسته های سینه زنی باید بسیار به طور آزادانه، کسی مانعشان نباشد. هدف اصلی ما اینمی عزاداری ابا عبدالله حسین بسیار به طور آزادانه و کسی مزاحم ما نباشد، چی در سخنرانی باشد، چی در
مدداهی باشد، چی در سینه زنی باشد، در هر جایی که باشد، شیعیان بسیار آزادانه باید آزاداری را برگزار کند. از خداوند هم توفیق می‌خواهیم که امسال ما را یاری کند و کمک کند، کسی مانع نشود. بسیار تشکر. خودت من قبط بلد استی نوحه و یا هم شعر به خاطر امام حسین علیه السلام و یارایش؟ نه، من قبط بلد استم، دو جمله روزه بلد استم، فقط سخنرانی بلد استم دیگه، چون این جایش نیست ما سخنرانی کنیم. درست است. سخنرانی اینجا جایش نیست. درست. شعرم بلد نیستین؟ شعرم بلد نیستیم. بسیار تشکر از شما. اگر پیام داری ما پیامتان را برسانیم به عزادوارا. تشکر، موفق بشی، زنده باشی. سپاسگزار هستم. همچنان. این که شمع دل هر انجمن است، این که در لجه خون بی کفن است، تن صد پار و آریان بدن است. به پیکر مطهر کیست؟ بار الها این حسین است، بار الها این حسین است. عزادارای گرامی، رسیدیم در لحظات اخیر روز ویژه برنامه روز چهارم ماه محرم که هموطنان عزیز ما به خاطر ختم و خیرات و نظره که در گردن میگیرن میاین. امروز هم چی خوب که روز چهارم هم است و روز چهارشنبه هم همچنان است، روزی که هم هموطنان ما به خاطر زیارت و نزد ابوالفضل عباس میاین. ما در لحظات اخیر از شما دعوت میکنم که ما را حمایت کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین، شمایی که سابسکرایب کردین ویدیو ما را لایک کنین و کامنت های خیلی مقبول بگذارین. تا برنامه های بعد و برنامه روز پنجم، شما را به الله یکتا و یگانه امانت میسپارم و شاد و خرم و موفق باشین. بدرود.